شاه تهماسب یکم، پسر ارشد شاه اسماعیل یکم و دومین پادشاه از دودمان صفویان بود. او پس از مرگ پدر با آشوب داخلی و حمله ازبکان و عثمانیان مواجه شد که با تدبیر و شجاعت و تا حدی بهره‌مندی از بخت و اقبال از پس این مشکلات برآمد و دوره طولانی از صلح و ثبات را برای ایران برمغان آورد. وی فردی معتقد به مذهب شیعه 12 امامی بود. شاه تهماسب یکم حدود 54 سال بر ایران حکومت کرد که در بین تمام پادشاهان پس از اسلام در ایران بیشترین زمان حکمرانی بوده است. شاه تهماسب یکم 13 اسفند سال 892 در روستای شهاباد اصفهان متولد شد. پس از مرگ شاه اسماعیل یکم صفوی، شاه تهماسب یکم 3 خرداد سال 903 در 10 سالگی به سلطنت رسید. روشن است که به دلیل کم بودن سن و سال شاه جدید، فرصتی برای کسب قدرت برای عمرای قدرت طلبش قزلباش فراهم شد. 10 سال نخست سلطنت شاه تهماسب در واقع عرصه رقابت عمرای قزلباش برای کسب قدرت بود. شاه جوان به علت شجاعت و تدبیر کم کم توانست خود را به عنوان شاهی مقتدر برای ایران مطرح کند و زمام قدرت را در دست گیرد. شاه تهماسب در دوره بلند حکومت خود توانست با وجود کمبود منابع به خوبی تهدیدات مکرر ازبکان و سپس عثمانیان را دفع کند و سپس دوره ای از صلح و ثبات را برای کشور به ارمغان آورد. دوره ای که تا مرگ وی در سال 984 و به سلطنت رسیدن فرزند تندخوی او شاه اسماعیل دوم ادامه داشت. شاه تهماسب صفوی پادشاهی صاحب کمال و شیفته هنر بود و در هنر خوشنویسی و نقاشی دست داشت. در نقاشی شاگرد استاد سلطان محمد مصور بوده است. هرچند قاضی احمد منشی قمی در کتاب گلستان هنر از هنر تصویرسازی شاه تهماسب به طور مفصل یاد کرده، اما تنها تصویر مستند و دارای امضای به جا مانده از او مجلس بزمی است که در موزه کاخ توپقاپوی ترکیه زینت بخش مرقع بهرام میرزا است. شاه تهماسب از گسترش دهندگان ادبیات آذربایجانی بود و در این زمینه تلاش بسیاری کرد. Thank you.